68مین جشنواره سینمایی ونیز تا ساعتی دیگه به پایان میرسه و اسامی فیلم‌ها و چهره‌های برتر در کاخ سینما اعلام میشه. این در حالی که امروز در ونیز روز ایران بود. این فیلم نیست جعفر پناهی و مجتبی میرطهماسب در حضور شخصیت‌های سینمایی و دولت مردان ایتالیایی در روزهای سینما و حقوق بشر اکران شد. همکارم احمد رفعت که برای پوشش خبری جشنواره ونیز به جزیره لیدو سفر کرده با مدیر این جشنواره مارک مولر گفتگوی را ترتیب داده که توجه شما رو به تماشای اون جلب میکنم. این فیلم نیست، فیلمی که در خانه جعفر پناهی در تهران فیلم برداری شده است به عنوان فیلم پایانی روزهای سینما و حقوق بشر اکران شد. مجتبی میرطهماسب که در همکاری با جعفر پناهی این فیلم را کارگردانی کرده است نتوانست در سالن حضور داشته باشد. مقامات جمهوری اسلامی ایران از خروج او برای شرکت در این جشنواره و ده‌ها جشنواره دیگر که این فیلم نیست را در برنامه قرار داده اند خودداری کرده و پاسپورت او را توقیف کردند. جشنواره سینمای ونیز و سینماگرانی که در جزیره لیدو حضور دارند نمی توانستند در مقابل این تصمیم جمهوری اسلامی ایران واکنشی از خود نشان ندهند. در فراخوانی که در جزیره لیدو انتشار یافت، بسیاری از شخصیت‌های جهان سینما خواهان رفع ممنوعیت سفر به خارج مجتبی میرطهماسب شدند. یکی از اولین امضا کنندگان این فراخوان مارکو بلوکیو بود که جمعه بعد از ظهر شیر طلایی عمری در خدمت سینما را دریافت کرد. بین دیگر کسانی که امضایشان پای این فراخوان به چشم می‌خورد، می‌توان به مدیر جشنواره سینمایی ونیز مارکو مولر اشاره کرد. مولر که از 8 سال پیش مدیریت جشنواره سینمایی ونیز را عهده‌دار است، تهیه کننده 2 فیلم ایرانی، تخته سیاه سمیرا مخملباف و رأی مخفی بابک پیامی است. مارکو مولر که در جریان جشنواره با رسانه‌ها گفتگو نمی‌کند، پذیرفت استثنایی به چند پرسش صدای آمریکا پاسخ گوید. Questo attacco al cinema è anche una delle ragioni per le quali non ci sentivamo di far vedere a questo punto dei film dall'Iran che non volessero raccontare davvero almeno un pezzo della verità che Marco Muller dar اشاره به جلوگیری از حضور مجتبی میرطهماسب در ونیز، حکم زندان برای کارگردانان ایرانی جعفر پناهی، محمد رسولوف و محمد نوریزاد و به طور کلی فشار بر سینما و سینماگران ایران میگوید این حملات به سینمای ایران یکی از دلایلی است که ما تصمیم گرفتیم در سالهای اخیر تنها فیلمهایی از ایران را در برنامه جشنواره قرار دهیم که حداقل بخشی از واقعیت‌های این جامعه را نشان دهند. تلاش من چه به عنوان مدیر جشنواره و چه تهیه کننده این بوده است از آن فیلم‌های ایرانی حمایت کنم که نشان دهند آرزوهای انقلاب 57 چگونه به نظامی سرکوبگر تبدیل شدند. این نظام به گفته مولر امروز بیش از گذشته ماهیت سرکوبگر خود را نشان می‌دهد، اگرچه این روند سرکوب بیش از 2 دهه پیش آغاز شده است. مولر میگوید ما برای نشان دادن این چهره ناخوشایند نظام حاکم در ایران مستند خارج از تهران مونیکا مجانی را که زندگی 4 پناهجوی ایرانی را به تصویر میکشد در برنامه رسمی قرار دادیم و با نمایش این فیلم نیست با صدای بلند حمایت خود را از سینمای ایران اعلام کردیم. 2 فیلم ایرانی، کات امیر نادری در بخش افقها و مرغ با آلوی مرجان ساتراپی در ونیز 68 می توانند امشب جایزه ای را در کاخ سینمای لیدو دریافت کنند.